مراسم پایانی سومین جشنواره بین المللی فیلم مهرگان، جشنواره‌ای که در آن 350 اثر از فیلمسازان داخلی و خارجی روی پرده به نمایش در آمدند. اما تنها فیلم های سینماگران افغان بخت آن را یافتند که از زیر ذره‌بین داوران بگذرند. وقتی اثرها را که ما می‌دیدیم متوجه باشیم که چطور تکنیک های سینمایی و فرم کار نزدیک شده به اون محتوایی را که می‌خواست بیان بکنه، با در نظر داشت این قابلیت ها سعی کردیم فیلم ها را انتخاب بکنیم و واقعا هیچ گونه وجوه دیگه به غیر از مسائل تکنیکی فیلم سعی کردیم دخالت ندیم در قضاوت ما. جایزه بهترین فیلم در این جشنواره و مستند دموکراسی تلخ ساخته ابراهیم بامیانی رسید. فیلمی که جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 در افغانستان را حکایت می‌کند. جنجال‌هایی که با پادرمیانی دولت آمریکا حل شد. دموکراسی تلخ واقعیت زندگی مردم افغانستان است که در درجه 3 بسیار محدود زندگی میکنه، مشکلات های بسیار زیادی دارن، اما با این مشکلات ها بازم به پای صندوق های رای رفتن. جایزه بهترین بازیگر زن در این جشنواره به مارینای گلبهاری داده شد برای نقش آفرینی در فیلم کیف یا دستکوله گم شده. هنرپیشه جوانی که با ایفای نقش اصلی در فیلم اسامه ساخته صدیق برمک پا به سینما گذاشت. فیلمی که به گلدن گلوب رفت و جایزه بهترین فیلم خارجی را گرفت. کریم حیدری، BBC کابل.